شكرنا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجهدوا. حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سفید رنگ اسمش چیه؟ اون مسقطه. این قلعه ها و برج های سفید رنگ و پرتغالی ها در اوائل قرن 16 میلادی ساختن. مگه پرتغالی ها این سرزمین رو اشغال کرده بودن؟ بله، اونجا به عنوان یه پایگاه دریایی و یه پایگاه تجاری براشون به حساب میومد. یعنی اونا اسم مسقط رو براش انتخاب کردن؟ نه 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 نه، اسم مسقط قدیمیه که به قرن دوم میلادی برمیگرده، یعنی سه قرن قبل از ظهور اسلام. چرا اسم مسقط رو براش انتخاب کردن؟ مسقط یعنی جای سقوط. اشاره داره به جای لنگر انداختن کشتی ها و تخلیه بارها و خیر و برکتی که با خودشون داره. ساختموناش خیلی قشنگن. بله، اونا مجموعی از سبک های معماری مختلف هستن و هنر معماری عربی در اون زیاد دیده میشه و همچنین ایرانی، هندی و همینطور آفریقایی. به نظرتون غذاهای اینجا هم مثل ساختمونا و بناهاش متنوع؟ تو هیچ وقت فکر کردن در مورد غذاها رو فراموش نمی کنی. بریم اونجا رو از نزدیک ببینیم. میخوام این خنجر خمیده رو بخرم و اونو روی یه کمربند به کمرم آویزون کنم. اون وقت بعد از هر بار غذا خوردن شکمت سنگین میشه و خنجر توش فرو میره. به تو ربطی نداره مرجان، بهت اخدار میدم. من صلاح تو رو میخوام. به
بفرمایید غریبه ها، با من نهار میل کنید. آه خیلی ممنون، شما بفرمایید نوشین جان. نه درست نیست دعوتشو رد کنی دریابان. خواهش میکنم آبرومونو نبر لالو. به خدا قسمتون میدم که بفرمایید. اون مرد محترم قسم خورد، درست نیست که قسمشو بشکنی. آه در این مورد حق با تو. نوازیتون ازتون متشکریم. قابل شما رو نداره پسرم. اما بعضی اهمیت مهمون نوازی رو نمیدونن. ها؟ منظورت کیه؟ روستای بخیلا که حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام که همراهشون بودن و وارد اون شدن. بله بله، میخوام بدونم چه اتفاقی افتاد. اول هرچی تو دهنت هست و قورت بده. خیلی خوب، براتون بقیه اتفاقی که تو اون روستا افتاد تعریف میکنم. هندونه خوشمزه فقط با یه سکه نقره. هندونه تو داری جدی میگی پسر؟ یه سکه نقره کامل برای این هندونه های کوچیک؟ بعد آقای امیهود مشکا قیمتش بالاست، اینجوری چیزی نمیفروشیم. چی شده؟ چرا صورت بابامو اینجوری میپوشونی سمان؟ اینطوری دیگه نمیتونه نفس بکشه. پدرمون، پدر خوب و مهربونمون مرد. مرد؟ نه نه پدر جون، نباید بمیری. حالا ما رو به کی میسپاری پدر؟ گریه کردن و داد زدن فایده ای نداره، باید قوی باشیم و مثل مردا فکر کنیم برادر. بله اول از همه باید به فکر دفع کردن اون باشیم، ولی ما کوچیکی، ما به کمک احتیاج داریم. حتما همسایه ها و اهالی روستا تو این شرایط به همون کمک میکنن. خیلی دلم میخواست که بهتون کمک کنم بچه ها، ولی من مریضم و میترسم بیماری به شما هم سرایت کنه. مهم نیست، مریض بشین بهتر از اینه که پدرمونو بدون تشییع جنازه و دفن کردن رها کنیم. بهتون گفتم مریضم، نمیتونم راه برم، برید از یه همسایه دیگه کمک بگیرید. با اجازتون. گرمای آفتاب به سلامتیم ضرر میرسونه. این سومین همسایه‌ای که حاضر نمیشه کمکمون کنه. از بقیه هم کمک میخواییم و اگه همه رد کردن تمام تلاشمونو میکنیم تا وظیفمونو در مقابل پدرمون انجام بدیم. ولی ما کوچیکی، ما هیچ تجربه ای تو این امور نداریم سم آن. ولی ما دیگه بزرگ شدیم شکر، باید به خودمون اعتماد کامل داشته باشیم. سلام سلام پسر جوان. علیک. پسر جون راستشو بخوای فقط یه سکه نقره دارم و میخوام که بخورم و بنوشم و به اولاغم غذا بدم و تو راه هم سرگرم بشم. واقعا مشکل بزرگیه، ولی راه حل داره. بگو راه حلش چیه؟ خب من هر هندونه رو به دو سکه نقره میفروشم، ولی اینا به قیمت یه سکه به تو میفروشم. یعنی واقعا یه هندونه مشکل منو حل میکنه؟ بله، مغزشو میخوری و آبشو مینوشی و پوستاشم میدی به الاغت بخوره، بعدشم با تخمه هاش تو راست سرگرم میشه. امروز خیلی خسته شدیم. مهم اینه که پدرمونو دفن کردیم، حالا باید منتظر اومدن اونایی که میخوان تسلیت بگن باشیم. هیچ کسی غیر از این پیرزن نیست. یه کمک ناچیز به من بیچاره کنی. چیزی برای دادن بهت نداریم. نه مادر جان، منتظر باشیم. یه کمی نون و آب داریم. درسته که نونا یه کمی کهنن، ولی میشه اونا رو خورد. بفرمایین. به هر حال متشکرم. هندونه های تازه خوشمزه دارم. هندونه جوون. آها جوون، منو یادت میاد؟ چطور یادم نمیاد؟ تو تنها کسی بودی که ازم هندونه خریدی. اسمت چیه؟ مشکا. میتونم یه هندونه دیگه هم ببرم مشکای عزیزم؟ حتما، چرا که نه آقا، فقط یه سکه یه نقره. راستشو بخوای الان پول ندارم،
برای همین دارم دنبال کار میگردم. میتونی پیش من کار کنی؟ پیش تو کار کنم؟ خب چه کاری؟ داد بزنی هندونه الاغت هم بارا رو بکشه. دست مزدم چی؟ وقتی که 10 هندونه بفروشیم یه هندونه بهت میدم که بخوری و به الاغت غذا بدی. این که میگی درسته، اما این الاغ قبول نمی کنه. پیشنهاد دیگه برای کار کردن داری؟ متاسفانه نه، ناچارم که قبول کنم. از گشنگی دارم میمیرم. خواهش میکنم منو به یاد قضا ننداز. در همه خونه های روستا رفتیم و بهشون گفتیم که حاضریم تو مزرعه هاشون یا بردن گله هاشون به صحرا یا هر چیز دیگه ای کار کنیم. میدونی چیه؟ به سفر و ترک کردن این روستا فکر میکنم. نه، پدرمون همیشه سفارش میکرد که تو این خونه بمونیم و اونو اصلا ترک نکنیم و نفروشیم. یادت نیست برادر؟ بفروشیم؟ کی میاد یه خونه قدیمی با دیواره کهنه و خرابی مثل اینو بخره؟ در این موقع حضرت خضر علیه السلام به همراه حضرت موسی علیه السلام وارد اون روستا شدن و از اهالی روستا غذا خواستند، ولی مردم روستا قبول نکردند که از اونا پذیرایی کنند. به این دو تا مرد توی جاده نگاه کن. به اونا چی کار داری؟ همه در خونه هاشون رو بروشون میبندن و هیچکی بهشون غذا نمیده. غذا دادن اونم بدون دستمزد؟ دیوونه شدیم؟ پس حداقل بذار بهشون یه کوزه آب بدیم. آبم مجانی نیست، میفهمی؟ عجیبه، اون حضرت خضره، مرد خیلی صالحیه، میگن که از پیامبران خداست. هر کی میخواد باشه، هیچ چیزی رو مجانی بهش نمیدیم. سمعان، سمعان، یالا بیدار شو. چی شده داداش؟ دیوار خونه که یه شکاف خیلی بزرگ داره. خب این که چیزی نیست، خیلی وقت میدونیم دیوار خونه شکاف بزرگی داره. امروز شکاف به طور وحشتناکی بزرگتر شده، برو خودت ببین. خدای من، اگه اونو تعمیر نکنیم خونه به زودی خراب میشه. پس باید عجله کنی. حواست باشه نزدیک دیوار نشی، وگرنه رو سرمون خراب میشه. چاره چیه سمعان؟ تعمیر خونه به قدرت و مهارت و ابزارالات احتیاج داره. ما هم هیچ کدوم از اینا رو نداریم شکرون. از همسایه ها کمک میخوایم. دوباره از همسایه ها؟ چیزی رو که از دست نمیدیم. واقعا که از این بدتر نمیشه. مگه بهتون نگفتم که من مریضم؟ آخه خونه روی سر من و برادرم داره خراب میشه. اون وقت انتظار دارین که من کاری کنم رو سر ستامون خراب بشه؟ برید دنبال کارتون. فایده ای نداره، بیا بریم سمعا. این آخرین همسایه یکی تو روستا ازش کمک میخوای. چه اتفاقی توی دنیا افتاده؟ یکم پیش دوتا مرد قوی و بالغ و کامل میان پیش من و ازم غذا و جا و استراحت میخوان. الانم دوتا پسر بچه میان که ازم کمک بخوان. چه اتفاقی تو این دنیا میافته؟ حضرت خضر علیه السلام رفت جلوی اون دیواری که در حال خراب شدن بود و اونو تعمیر و سرپا کرد و حضرت موسی علیه السلام با تعجب ایستاده بود و به اون نگاه می‌کرد. برادر زود باش بیدار شو، ببین اون مرد غریبه داره دیوار خرابو تعمیر می‌کنه. چطوری اون کارو می‌کنه وقتی که اهالی روستا حاضر نشدن دیروز به اونو همراهش غذا بدن؟ نمیدونم، مهم اینه که خونه رو تعمیر کرده. چرا یه دیواری رو توی روستای بخیرا تعمیر کردن؟ حکمتش بعدن معلوم میشه، وقتی که پسر بچه ها بزرگ میشن و به سن مردانگی میرسن. آه، خونه ی عزیزمون، هر قدرم که سفر کنیم و ازش دور بشیم هنوزم برامون عزیزه. خدا رو شکر، خدا خیر و برکت فراوان نصیبمون کرد و این خونه ی کوچیک دیگه برای ما کافی نیست. تو داری به ازدواج فکر میکنی برادر؟ راستشو بخوای بله، ولی منتظرم که تو اولین کارو بکنی، چون تو برادر بزرگتر منی. در این صورت به یه خونه بزرگتر احتیاج داریم. خب چرا که نه، پول و امکانات و قدرت لازم برای ساخت و ساز که داری. راهو برام باز کنید. باورم نمیشه تو هنوز زنده. مادر جون چرا اینقدر عجله داری؟ مسخره نکنین، مسخره نکنین. دارم میرم پیش دوتا انسان خوب، سمعان و شکرون، پسرای اون مرد صالح. تا
چه اتفاقی براشون افتاده؟ اونا دارن خونشون رو خراب میکنن تا یه خونه بزرگتر و قشنگتر بسازن که خیلی بهتر باشه. خب این موضوع به تا چه ربطی داره؟ اونا به همه فقیرها غذا میدن به مناسبت خونه جدیدشون. پس سب کن، ما هم باید میایم. معلومه، همسایه ها باید با هم باشن. یه خونه جدید و غذایی برای فقیرها، مگه میشه دو تا ضرر تو یه روز؟ چه اتفاقی تو این دنیا میفته؟ داریم به آخر کار میرسیم. شکر. هیچ احساس خستگی نمی کنم برادر. این دیگه چیه؟ یه سنگ بزرگ که مانع حفاری میشه؟ این سنگ نیست. صبر کن کمکت کنم. اون یه شمش طلای بزرگه. پدرتون ثروتمند بود. حالا فهمیدین که ثروتشو کجا گذاشته بود؟ خوب بهش نگاه کنین. یه نوشته ای روش هست. میتونم اونو کامل بخونم؟ بس با صدای بلند بخون. در عجبم از کسی که آتش را شناخت ولی میخندد. در عجبم از کسی که به سرنوشت یقین دارد ولی مردم را میفریبد. در عجبم از کسی که به مرگ یقین دارد ولی احساس امنیت میکند. خدای من، این نصایح یه گنج حقیقی هستن. صبر کن، یه نوشته دیگه هم روش هست. گواهی میدهم که نیست خدایی جز خدایی یگانه و گواهی میدهم که محمد بنده و رسول خداست. محمد؟ تا حالا در موردش چیزی نشنیدم. ولی برای اون شمش نوشته شده. ولی با گنج چی کار میکنین؟ به نصایح ارزشمندش عمل میکنین. خدا رو شکر که ما اونو تو نوجوانیمون پیدا نکردیم، وگرنه فریب طلاها رو میخوردیم و به چیزی که مهمتره توجه نمیکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما آن دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مرد صالحی بود و پروردگار تو میخواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را بیرون آورند. این رحمتی از پروردگارت بود و من اون کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود راز آنچه نتوانستی در برابر آن شکیبایی کنی. صدق الله العلی العظیم. کار خدا رو ببین، به تعویق انداختن تعمیر دیوار خیر بود تا اینکه زمان مناسب اون برسه و اون دو یتیم در زمان بلوغشون از اون استفاده کنن. و کشته شدن پسر رحمتی برای پدر و مادر مؤمنش بود تا اینکه خداوند به اونا فرزندی صالح و نیکوکار عطا کنه. و سوراخ کردن کشتی به نفع صاحبای بیچارش بود تا پادشاه ظالمونو به تصرف خودش در نیاره. و ظهور حضرت خضر در زندگی حضرت موسی علیه السلام دلیلی بر ضرورت تسلیم شدن به امر و علم و قضا و تدبیر خداوند در عالمش بود. پس هر چیزی که به ظاهر شر و مصیبت میاد واقعا شر و مصیبت نیست. چه بسا چیزی رو خوش نداشته باشید، حالان که خیر شما در آن است، و یا چیزی را دوست داشته باشید، حالان که شر شما در آن است و خدا میداند و شما نمیدانید. یعنی اینکه هر چیزی در زندگیمون رو بدون فکر و برنامه ریزی بذاریم باشه؟ کی همچی چیزی گفته پسر جان؟ وظیفه ماست که در مورد امور فکر رو بررسی کنیم و در اونا کاملا خبره و وارد بشیم. بعد به اون چیزی که خداوند برامون نوشته راضی باشیم. داناترین و عالمترین خلق خداوند علیه السلام در دعای خود میفرمایند که بارالها امور ما را هدایت و اداره کن، زیرا که ما قادر به اداره آنها نیستیم. آب اینجا خیلی صافه، میتونم شنای کف دریا رو ببینم. آب توی بندر عدن اینجوریه. چرا؟ این دو کوه سمت راست و چپ به طور طبیعی باعث محافظت بندر از بادها و امواج میشن.
چقدر جوله. اولین کوه اسمش شمسانه و دومین کوه اسمش کوه مزلقه. میتونم اینجا شنا کنم؟ معلومه که نمیتونی. میخوایم سریع برسیم که کارمونو تموم کنیم. بعدش هم مهمترین جاهای شهر رو بهت نشون میدم. ساختمون قدیمی. این مسجد آبانه، عثمان ابن عفان اونو ساخته. یعنی تا این اندازه یمن قدیمیه؟ یمن تاریخ طولانی داره، حتی قبل از اسلام و قبل از مسیحیت، و اتفاقات و داستانهای زیادی در اون رخ داده. یکی از اونا داستان ملکه بلقیس و قصه صد معرف. قصه صد معرف چیه؟ منم تا حالا اونو نشنیدم. من اونو سالها پیش از دریابان شنیدم و چیزای زیادی ازش یاد گرفتم. وای، منم خیلی دلم میخواد بشنوم. بسیار خوب، براتون تعریف میکنم. اتفاقات داستان بعد از زمان حضرت عیسی علیه السلام بوده و یک کمی قبل از برگزیده شدن پیامبر اکرم محمد صلوات الله و سلام علیه به پیامبریه. یه روزی پادشاه سرزمین سبا در ایوان قصرش اندوهگین نشسته بود. اعلی حضرت ایدروس، طوفان شندره شدیدتر میشه، بهتره که به تالار قصر تشریف ببرین، اونجا براتون امن‌تره. این روزا احساس اندوه زیادی دارم ارنوس. چه چیزی باعث اندوه شما میشه سرورم؟ نمیبینی؟ رنگ زرد نفرت آور از همه طرف احاطه‌مون میکنه. آسمان در آستانه باریدنه. چه فایده ای داره؟ بارون روی کوههای اطراف میباره و بعدش سیل به سمت ما جاری میشه و بعد توی صحرای خشک و تشنه گم میشه. یعنی صحرا اصلا سیراب نمیشه؟ باید یه راهی برای جلوگیری از هدر رفتن سیلاب ها پیدا کنیم. چرا سرورم به یک گردش برای شکار فکر نمی کنه؟ باعث میشه اندوه و خستگی سرورم از بین بره. موافقم، اسباب گردش رو آماده کنه. سرورم، پیشنهاد میکنم به قصر برگردیم. ولی ما که هنوز چیزی رو شکار نکردیم. ولی آذوقه ما به سختی کفاف راه بازگشتمون رو میده. چرا حساب آذوقه بازگشت رو نکرده بودی یا آذوقه بیشتری نیاوردی؟ آورده بودم قربان، ولی ما الان 10 روزه که در این بیابون در حال سفریم. یعنی صحرا قصد مبارزه با ما رو داره؟ باید راهی رو برای شکست دادن اون پیدا کنیم، راهی برای پاک کردن اون رنگ زرد نفرت آور. هر طور مایلید قربان. میخوام به محض بازگشت از سفر رئیس مهندسین دربار رو ببینم. تماشا کنید قربان. رئیس مهندسین، من چیزی از نقشه ها و حساب های پیچیده‌ات نمیفهمم. موضوع خیلی ساده است سرورم. سدی رو بنا میکنیم که باعث جمع‌آوری آب باران در دره‌ها میشه. در نتیجه در طول سال میتونیم از این آب استفاده کنیم. عالیه. مهم اینه که ساخت سد رو به سرعت تمام کنیم. عذرخواهی میکنم سرورم. این محاله. چی؟ از فرمانم سرپیچی میکنی؟ خیر، شما را از حقایق علمی مطلع میکنم. ساخت این سد 10ها سال وقت لازم داره. گفتی 10ها سال؟ و چه بسا 100ها سال. به طور حتم هنگامی که ساخت این سد به پایان برسه در این جهان نخواهیم بود. پس چه سودی خواهد داشت؟ سود آن به نوه ها و نتیجه های من خواهد رسید. اون وقت بهتون قول میدم رنگ سبز جای رنگ زرد این سرزمین رو میگیره. موافقم، کار رو فورا شروع کنید.
و واقعا صدها سال گذشت و چیزهای زیادی در جهان تغییر کرد و اون پادشاه نیک سرش صاحب ایده ساخت سد معرب از جهان رفت و جانشینش به جای اون اومد که از نعمتها و خیر و برکت سد بهره ببره. به نتیجه کارمون نگاه کن، فردا به مار و ثروت پادشاه موزیقا اضافه میشه در حالی که ما روز به روز فقیرتر و گرسنه‌تر میشیم. اصلا این کلمه موزیقا رو به زبون نیار وگرنه به زندون میافتیم. همه میدونن که پادشاه روزی دو تا جامعه حریر رو پاره میکنه که شخص دیگه غیر از اون اونا رو نپوشه. چرا این لباسا رو که تا حالا نپوشیدی داری پاره میکنی؟ این چه وضعیه؟ چطور جرات میکنی از پادشاه بازخواست کنی؟ این تنها من هستم که از دیگران سوال میکنم. آه همسر عزیزم، مردم در بین خودشون تو رو موزیقا صدا میکنن از بس که لباساتو پاره میکنی. این خائنین چیا هستن؟ اونا رو فوراً به هم نشون بده. چرا دست از این عادت غریبت بر نمیداری و زبون همه اونا رو کوتاه نمیکنی؟ بازم شروع کردی به سوال کردن، دستور میدم که زندانیت کنم. همسر خوبه تریفه رو که چیزی جز مصلحت تو نمیخواد زندانی میکنی؟ پدر و مادرم هم اگه با من مخالفت کنم زندانی میکنم. اون وقت کی برات غذای خوشمزه رو که دوست داری آماده میکنه؟ من ده ها آشپز دارم، فردا محصولات رو در سبا جمع‌آوری میکنم و صدها آشپز رو از همه جای دنیا احضار میکنم. اون وقت کی لباسای زیباتو برات آماده میکنه؟ کنیزکان و غلامان فراوانی رو خریداری میکنم که در خدمتم باشه. جمیله، تو هنوز لباستو نپوشیدی؟ معذرت میخوام پدر، نمیخوام به این مهمونی برم. آخه دخترم چطور میشه تو مهمونی پادشاه حاضر نشیم؟ دعوت پادشاهو نمیشه نپذیرفت. غیر از این مهمونی درو کردن مسئوله. بسیار خوب، میرم و مراتب اطاعت و وفاداری خودمو به جا میارم، ولی خواهش میکنم ازم نخوا که لبخند بزنم و با اونا خوشو بش کنم. عجب دختر نادونی هستی تو. فرصت حضور در این مهمونی آرزوی هر دختری تو سرزمین سبا. متوجه نمیشم پدر، منظور چی؟ منظورم با شاهزاده مالکه، کوچکترین فرزند پادشاه و عزیزترین اوناست که هنوز ازدواج نکرد. هنوزم متوجه نمیشم من چه ربطی به شاهزاده مالک دارم؟ چطوری براش توضیح بدم؟ سعی کن یه جوری توجه اونو به خود جلب کنی، شاید شانس باهات یار بشه و از تو خواسته کنی. این نه پدر جان، اینا قوم ظالمی هستن. دلت میاد که من با پسر موزیقای احمق ازدواج کنم؟ صداتو بیار پایین و دهنتو ببند. با این حرفات آینده پدرت بهلول وزیر رو تباه میکنی. یه روز یه کچلی رفت پیش سلمونی و ازش خواست که موهاشو براش کوتاه کنه. خنده داره، خیلی خنده داره. کچل و موهاشو کوتاه میکنه. این زیباترین لطیفیه که تا به حال شنیدم. باری کلا به این زبون شیرینتون شاهزاده بزرگوارم. باید بهتون بگم که این شیرین زبونی و روح بزلگویی رو از من به ارث برده. اینطور نیست؟ قطعا سرورم، کچلی که موهاشو کوتاه میکنه. چرا نمیخنده این رئیس مهندسین؟ جناب شاهزاده، دانشمندان همیشه مشغول افکار و نظریاتشون هستن. شاید هم از این لطیفه خوشش نیومده. من فقط به خواب زود هنگام عادت دارم سرورم. اجازه یه مرخصی میفرمایید؟ بفرما، بفرما رئیس مهندسین. این یه جور بیادبی یا جانب اونه قبل از اینکه سرور مجلس رو ترک کنن از حضور سرورمون مرخص بشه؟ اون به خاطر نیاز به خوابش اجازه مرخصی خواست. خب شاهزاده مالک، از آخرین سفرتون برامون بگو. سوار بر اسب میان کوه‌ها بودم، ناگهان چهار تا راهزن اطرافمو گرفتن. شمشیرمو به سرعت بیرون کشیدم و با یه چرخی سر هر چهار تا راهزنشون درو جردم. چهار تاشونو. عجب شوخی قشنگی.
تو داری به چی میخندی؟ شجاعت شاهزاده مالک رو به تمسخر میگیری؟ خدا نکنه سربرم، من داشتم. پس به چی خندیدی؟ رحم کنی سربرم، داشتم به لطیفه قبلی میخندیدم، کچلی که موهاشو کوتاه میکنه، خیلی بامزه بود مگه نه؟ فرید، اون خیلی بامزه و جدید بود. رئیس مهندسین خودشو با خواب زود هنگام نجات داد. حاله چطوره دوست من عثمان؟ راستشو بخوای احساس بی‌حوصلگی میکنم. چرا سفر رو تجربه نمی کنی؟ آخه به کجا سفر کنم؟ میبینی که دوروبرمون پر از درخت های میوه است، ولی من حوصله ندارم. حق با توه، هر آذوقه‌ای که با خودم برای سفر بردم متوجه شدم که هیچ احتیاجی به اون ندارم. این روزا منم خیلی بی‌حوصلم. حالا که احساس بی‌حوصلگی و ملال میکنید، برگردین سر کارتون. چه کاری آقای عارف؟ کشاورزی، مگه یادتون رفته؟ من الان تو کار شمشیرسازیم، شمشیرهایی از طلای ناب و سنگای تزئین شده درست میکنم. تو چی زهران؟ دستم دیگه تحمل کار سختو ندارن. غیر از اون من مشغول شرابسازی هستم، هر روز تقاضای شراب کهنه بیشتر و بیشتر میشه. خداوندا خشم و غضب خود رو از ما دور کن. یه روز یه کچلی رفت پیش سلمونی و ازش خواست که موهاشو براش کوتاه کنه. انشالله همیشه لبتون خندون باشه جناب شاهزاده. چه لطیفه با مزه. نمیتونم جلوی خندمو بگیرم. پدر، دوستان جدیدمو به حضورتون معرفی میکنم. عثمان تاجر اسلحه. عالیه. برای رفع نیاز ارتش به سپر و شمشیر و هر چیز دیگه‌ای از ملزومات جنگی از تو کمک خواهیم گرفت عثمان. این افتخار بزرگی سرورم. و اما زهران بهترین سازنده شراب‌های کهنه میباشد. پس اونو همینجا توی قصر زندانی میکنیم تا هر چیزی لازم داشته باشیم برامون تهیه کنه. خدمتگزار مطیع و گوش به فرمانتون هستیم سرورم. چرا تو فکری رئیس مهندسین؟ چه چیزی فکرتو مشغول میکنه؟ سرورم، چیزی که فکرم مشغول کرده تغییری که تو شهر اتفاق افتاده. این حق توئه که به اون افتخار کنی. این تو بودی که ساخت صد رو به پایان رسوندی. ای کاش تمومش نکرده بودم و ای کاش مهندس نبودم. چرا مرد دانا، فکر میکردم که تو به ساخت صد افتخار میکنی. وجود صد نعمتی بود، ولی نعمتی که در درونش هزار شر رو پنهان کرده. روشن‌تر صحبت کن مرد دانا، منظورتو نمیفهمی. وجود صد حقیقت روزی دهنده رو از یاد ما برده. مردم میدونن که عطای نعمت الهی دیوار بلندیه که هرگز فرو نمیریزه، ولی نمیدونن که مراقبت و حفاظت از این دیوار بلند فقط با شکر خداوند امکان پذیره. سخنرانی و موعظتو تموم کردی؟ دلت میخواست که ما فقیر باقی بمانیم؟ ای کاش همونطور فقیر و صبور مونده بودیم. این خیلی بهتر از ثروتمند بودن و ناسپاس بودنه. منظورتون چیه؟ از یاد بردیم که چطور خدا رو شکر کنیم. شیطان در درون ما رخنه کرده و شکر کردن رو از یاد ما برده. نه، تو مبارکه میکنی رئیس مهندسین. جام تو بنوش و نگرانیاتو فراموش کن. سرورم، نظرتون در مورد تغییر جا و این که توی باغ دیگه که سمت راست قصر دوره هم جام بشیم چیه؟ این خیلی بهتره، از این باغ دیگه خسته شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانه ای از راست و چپ رودخانه و به آنها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید. شهریست پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان. صدق الله العلی العظیم. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله. اذان مغربه، بشتابیم به سوی نماز. چه اتفاقی براشون افتاد؟ خدا اونا رو برای اسرافشون مجازات کرد. الان وقت دعاست و وقت حرف زدن نیست. اول نماز میخونیم، بعد از اون قصه‌مون رو کامل میکنیم انشاءالله.